اومدیم یه ساختمونی بررسی بکنیم کارا رو. متا ساختمون بغل دارن میسازن، یه مقداری موارد اجرایی و طراحی دچار اشکاله که میخوایم بهش بپردازیم، راجبش صحبت بکنیم. اول از همه یه پلان کلی اگر بخوایم ببینیم، اینه که آقا اومده تیرها رو زیاد گرفته که ستون وسط نده. خب حالا با توجه به دیتیلی که داشته، اما چند تا نکته رعایت نکرده. یک، مثلا تو یه تیر اومده قطر آرماتورهای طولی رو 22 میلیمتر داده، تو یه تیر قطر آرماتورهای طولی رو 18 میلیمتر داده. اول از نظر آرماتور بندی خب این کار سخته، یعنی تنوع قطر آرماتورها کار رو اصلا سخت میکنه. دومی که خیلی جاها انقدر تراکم بالاست که اصلا کامل کف تیر همه آرماتور اینجوری بغل هم کنار هم قرار گرفتن، یا آرماتور فوقانی اون در واقع تیر ما اجازه این که اصلا بتون بره و ویبره بخوره رو نمیده. خب های طراح باید بیا یا قطر آرماتورها رو بیشتر بکنی که تعداد اینا کم بشه، یا اینکه از گروه میلگرد استفاده بکنی. خب این اصلا اجرایی نیست. شما تو نقشت میگی آقا مثلا 10 تا دونه آرماتور من باید اینجا بذارم، خب اصلا جا نمیشه. این نکته اول که طراح باید حتما حواسشون باشه، طراح باید آدم اجرایی باشه، بدون تو اجرایی چجوری اجرا میشه. آره من نظرم چیه؟ مورد بعدی بحث خاموت هست. کلی خاموت داره با فاصله 7.5 سانت از هم. خب چرا این اتفاق افتاده؟ دوتا، چون طرحش به گونه ای که یه تیر پیچشی از این ور یه تیرم از این ور، این پیچش ایجاد میکنه. ما مجبور کرده طراح رو که آرماتور جلدی استفاده کنه. آرماتور جلدی به دوتا منظوره، یا آرماتور گونه است که برای تیرهای با ارتفاع بیشتر از 90 سانته، یا آرماتور پیچشیه که اینجا به دلیل پیچشه و اینکه کمک بکنه به برش. ببین ارتفاع تیرم کم گرفته لذا نمیتونه برش رو جوابگو باشه. ما میدونیم که برشی که بتون مسلح میبره مجموع برش بتون به علاوه آرماتورهای عرضیه. مثلا تو فونداسیون اون 80 سان 90 سان یه متری که ما برای یه ضخامت فونداسیون داریم، اون داره برش اصلی رو میبره، به علاوه این که اگر لازم باشه ما از آرماتور عرضی یا اصطلاحا خاموت برای فونداسیون استفاده کنیم، اینا باید رو هم به صورت بسته اوورلپ بشن، حداقل 30 سانت اوورلپ. خب در غیر این صورت هم توی فونداسیون های معمول دیدید اصلا نیازی نیست، یعنی آرماتور فوقانی میاد، آرماتور تحتانی هم میاد پایین، جفتش راستا سیتکاه به صورت یو کشیده بالا و پایین، نیازی نیست. جاهایی که برش خود بتون جواب نمیده اینا باید همپوشانی داشته باشن، حداقل 30 سانتی متر. ولی اینجا ارتفاع تیر وقتی کم باشه خب جواب نمیده. از اون طرف خاموت استفاده شده، از اون طرف مجبور شده آرماتور جلدی بذاره، تراکم فوق العاده زیاد، هم سازنده مقدار زیادی آرماتور باید مصرف بکنه، طرح بهینه نیست، هم از نظر اجرایی اصولی نیست، کار آرماتور بن سخته، همین که اصلا بتون نمیره ویبره نمیخوره. پس اینا یه سری دلایلی که هست. دوم این که خب اینجا از تراز سفسف خیلی بالاتره و اینا باید در زنگتا رو حتما رعایت بکنن، ولی یونولید نذاشتن که فاصله باشه. یعنی اگر بتون ریخته بشه این بتون کامل میشسته به دیوار و این فاصله رو پر میکنه، درز انقطاعی شما نخواهید داشت. اینم باید در نظر بگیری. و مسئله بعدی بحث خود قالب های وافلی هستش که استفاده شده. حالا ما معمولا دیدید دیگه فیلماشو گذاشتیم شاسته کشی میکنن با قوطی، منتها اینجا اومده کلشو کفراش بندی کرده، تخته گذاشته. فقط کیفیت تخته ها افتضاحه، همش خورد شده از بین رفته، حتما تخته مناسب استفاده بکنید. و نکته این که حالا این یه مقداری یه 3 سانتی لبه داره بعد از اینکه باز شد و اینم ممکنه حرکت بکنه در حین بتونریزی، حتما باید با میخ اینور اونورش رو فیکس بکنیم که حرکت نکنه. یه قالب حالا به این شکل خاصیه که استفاده میشه. این باب خیلی جای ایراد نداره، موردش اینه، ولی در زنگتا رعایت نشده. اصلا طراحی خیلی اوور دیزاینه، اگرم اوور دیزاین نباشه بهینه نیستش. قطر آرماتورها و تراکم زیادشون باعث میشه که ما نتونیم بتون رو خوب بریزیم و خوب ویبره بکنیم.